سفر تنها مقصد ما نیست. برای ما ایران و ایرانی اهمیت داره و سفر بهونه است. تلاشمون اینه که ایرانی ایران رو بهتر بشناسه، بهتر بگرده و بهتر از گشت و گذار در سرزمینش لذت ببره. اینجا سیلواناست. در دامنه ارتفاعات بلند مشرف بر خط مرزی ایران و ترکیه در 30 کیلومتری غرب ارومیه. اونایی که منو میشناسن میدونن که سفر جزء جدایی ناشدنی شخصیت منه و شوق سفر همیشه در من زنده است. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که از موهبت مردمانی با فرهنگ‌های مختلف و با جغرافیایی از آیین‌های زیبا، خوراکی‌های بومی خوشمزه و محصولات صادراتی متنوع برخوردار. سرزمینی که به رنگین کمان اقوام در دامان دریاچه درخشنده شهره است و تنها نقطه ای از ایرانه که با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق هم مرزه. راه ورود به غرب از دل این سرزمین می‌گذره. سرزمینی که نوبت درخششش فرا رسیده و یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایرانه. این سرزمین قلبی از تاریخ داره و مردمانش شوق زندگی رو در وجود خودشون کشف کردن. مردمانی ساده، مهربان و البته از حیث شادی بیکران. و حالا من اینجا در سفری خاطر انگیز به سوی شمال غرب ایران، تاج زاگرس. چقدر خوبه. سیلوانا یا سیلوانه کلمه ایتالیایی به مکانی در بهشت گفته میشه. در لغت به معنای بیشه‌زار و جنگله. در دنیا 19 نقطه هست که اکسیژن خالص داره، یعنی هوای پاک رو داره. از این 19 منطقه یکیش سیلواناست که دارای هوای پاک و اکسیژن فراوان. از طبیعت بکر چی میخواییم؟ زیبایی؟ یا اتراق کردن و با زغال گور گرفته غیلیون کشیدن و لم دادن؟ و یا چای دم کردن؟ و لیوان پلاستیکی رو تو طبیعت رها کردن؟ یا اگه چادر بزنیم و با چوب و چماق به جان ماهی ها بیافتیم، ماهی رو کباب کنیم و نوشی جان کنیم، بعد هم زباله‌ها رو تو طبیعت رها کنیم. بیایید با طبیعت مهربان‌تر باشیم. حیفه. حیفه طبیعت زیبا و بکری که به ما هدیه شده رو به این شکل آزرده کنیم. طبیعت سیلوانا طبیعتیه که نیاز به مراقبت داره و به جای اینکه زباله رو رها کنیم با اون مهربان باشیم.
از ویژگی های ییلاق سیلوانا تولید مرغوب ترین عسل طبیعی در ایرانه که توسط زنبورداران این منطقه انجام میشه. وضع زنبورا چطوره؟ خوبه الحمدلله بهم نیست. آفت نگرفتی؟ آفت چرا؟ آقای محرم قیتانزاده زنبورداریه که مهمان نوازیش رو با اهدای دستکش هاش به من به جا آورده. بعد در کل کندو مال خودته؟ چرا شریک داریم؟ شریک داریم. بعد معمولا این موقع سال مهاجرت میکنن کندودار. مهاجرت تقریبا یه 20 روز دیگه مهاجرت میکنیم طرفای جنوب. چون تو مسیر میبودم اغلب کندو در حال مهاجرت بودن. درسته، اونا از کوهستان میان میذارن تو شهری جایی که مثلا یه کمی گرمتر باشه. درسته. الان مشغول چه کاری بودی؟ الان بهش نگاه میکردیم اونایی که غذاش کم باشه بهش غذا میدادیم. منظور شکر میدی؟ نه، بهش عسل میدادیم. عسل میدی؟ بله. الان میتونم ببینم چجوری عسل میدی؟ الان یه لحظه عسل بیارم. عسل طبیعی یا عسل شکری؟ عسل شکری. نه شکری میدی؟ بعد عسل طبیعی رو کی برداشت میکنی؟ و عسل طبیعی تقریبا یک تابستون برمیداریم. تابستون برمیداریم. الان نگاه کنم اینو، این به اصطلاح شونه از عسل رو به قول آقا میگن کمباره، درسته؟ بله درست. اینجا یه مقداری دوباره غذا میریزن که بتونن زنبورای داخل این کندون نمیرن. درست. زنبورات خیلی عصبانی هن. علت چیه؟ علتش من هم دو تا علت، هم به خاطر هوایی کمی سرده. سردا. دومیش غذا کمه. بهش دستکاری کردیم، بهش مثلا غذا دادیم، فلان دادیم، اذیت شدم به خاطر تصویر بردار بیچاره ما زد دیگه، دیدی پیشانی شد. آره. شما از کجا متوجه میشی که مثلا کدوم کندو فعاله، کدوم کندو فعال نیست؟ کار ما دیگه مثلا نگاه میکنیم موقعی که زنبور کار نمیکنه، تخمش مثلا تمریزی نمیکنه، در حال خوابیدن مثلا در حال عقب رفتنه. درسته. به خاطر هم نگاه میکنیم مثلا میدونیم که این فعاله یا این درسته که میگه کندوداری یک نوع عشقه، یعنی کسی درسته. که وارد کندوداری میشه مثلا باهاش عشق بازی میکنه. درسته. بله. این بله درسته. این تفاوتی عیب نداره، نمیزنه، ما ایمنی داریم دیگه. نه بخاطر ببین الان ببین همه جا دارن غذا میخورن. درسته. اینا که مثلا زنبورا بیرونه ببین مشغول خوردن غذا. الان با این تفاوت با این ببین من میخوام این کندور بگم، ببین اینجا الان این همه بسته شده. درسته. درسته یا نه؟ بله. اما اینجا فقط همین یه تیکه بسته شده. این تفاوتش چیه؟ این تفاوتش مثلا این زنبور ضعیف بوده. این ضعیف الان؟ آره. این زنبوری که تو ضعیف بوده به خاطر همون نتونسته سرپوش کنه. این که بپوشونه قوی تره؟ آره، اونه که مثلا یعنی هر شونه ای که درشو بستن اثرش کامله. الان من اینجا کلی دارو میبینم. درسته؟ درست. این داروها چی هست؟ اینا داروی کنی هستن، اونایی که آفات کنی بهش میگه میفته تو زنبورا، اینا بهش میگه تو کندو اگر کنی بیفته بلد. اینا رو میذارید. بله. این ضد کنه، درسته؟ بله. این نوار رو میذارید که اگه کنه باشه بمیره. کنه اگر باشه میمیره. درسته. خب حالا یه ذره از اون عسلای طبیعی تو ببینم مزه کنم، ببینم چقدر شکر داره. از سالی که بارون بیاد، شما وضعتون بهتره. بله، برداشتش بهتره. یعنی زنبور از گلگیا استفاده میکنه و شما شکر کمتری میدی. بله. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. Thank you.
مقصد بعدی سفر من جایی در دامان رشتکوهای بخش نازلو و در مسیر رود جوشان نازلو چای قرار داره. رضا حیدری از باستانشناسان جوان ارومیه راهنمای من میشه. حالت قلعه دیده میشه، درسته؟ بله، حسنی شما این مسیری که میای این تایین نازوچای تمدن‌های زیادی رو به وجود آورده. از اون تایین که این تپه‌های باستانی اونجا یه قلعه هست به نام قلعه اسماعیل آقا که در فهرست میراث فرهنگی هم ثبت شده و یه مجموعه خیلی بزرگ شامل آثار مختلفی از 3000 سال قبل تمدنی به نام اورارتوها که بقایای این قلعه باقی مانده و قسمت بالاییشون خرابه‌هایی که می‌بینید از کاهگل و اینها در واقع علیس منو دوران قاجار پس میتونیم هنرهای بسیار رو ببینیم. اورارتوها خیلی فوق العاده از نظر معماری، از نظر کار معدن و همچنین مهندسی آب. چوپان ها سلام، خسته نباشید، حالتون چطوره؟ خدا برکت بده. این مسیر به خاطر اینکه چراگاه های مختلفی هم هست و این اشیاء بیشتری منطقه برای چراگاه کشاورز ها و چوپان ها همه با هم خوبه دیگه، آبم کنارته دیگه. خوبی؟ ببین همه خوابم ولی الاغت بیداره. یقیناً مسیری که الان ما میریم محل تردد اورارتوها بوده در قدیم، درسته؟ دقیقاً تو 3000 سال پیش این مسیر مسیری بود که اونها رو به وان یعنی پایتختشون ارتباط میداد. خیلی از کاروان‌ها و چیزای نظامی اینجا رد میشد. و اصلا این صخره‌ها به نوعی نشون میده که گذرگاه بودن، یعنی رودخانه‌ها و گذرگاه‌ها در واقع تو این مسیر قرار می‌گیره. چه عظمتی داره. فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. کوه‌های بسیار فوق‌العاده. اون غاری که میگفتی اون دیگه نه؟ اونجاست. غار تمتمان یکی از غارهای تاریخی کشوره که بر اثر چین خوردگی لایه رسوبی از نوع تراورتن به وجود اومده و چون سنگهای اون در حال فرسایش هستن به احتمال زیاد دهانه اون کوچکتر از اندازه فعلیه. این غار در دوره میانی پارین سنگی جدید یعنی تقریبا حدود 40,000 سال پیش مسکونی بوده. و اینم غار تاریخیه تمتمان. عجب اسمی هم داره. آره، یه غاریه که ما بهش میگیم البته غار، ولی در اصل باستان‌شناسی میدونی یه پناهگاه صخره‌ایه. درسته. یه پناهگاه صخره‌ایه که شاید در گذشته‌های دور انسان تو زندگی می‌کرده. ولی هنوز مشخص نیست، نه؟ چرا؟ مطالعات باستان‌شناسی توش انجام شده. کرده، خب. کارتون استنلی توش کار کرده، ابزارهای مختلفی از دوران پیش از به دست اومده. به دست آمده و غیره و غیره. عجب عظمتی داره دهنه غار. در واقع اینها چند تا شاخصه دارند. شما نه تنها در این محدوده این رو میبینید، بلکه در شمال ایران هوتو و کمربند هم و خیلی از غارهایی که در کرمانشاه و قطعات مختلف ایران هست مثل همینه. آیا از نظر قدمت تاریخی هم سکونتگاهشون یکی بوده یا نه؟ خیلی از اینا در دوره پارین سنگی میانه در اصطلاح باستان‌شناسی شکل میگیرن، درسته. که چیزی حدود مثلا 100 تا 12000 سال قبلن و به اضافه اینکه یه سری خاصیت برای اینها متصور هستیم در دیدگاه باستان‌شناسی، من جمله این که زیر ارتفاع 1200 متر در سطح آبهای آزادن، دهانشون رو به شرق آفتابگیرن، همیشه در مقابل آفتابن و گرمن و همیشه در کنار اون، همونطور که الان تو این فضا میبینید یک رودخانه دائمی که در زیر این فضا هم جریان داره آب این مجموعه رو تامین میکنه، یک آب دائمی قابل اطمینان، و این آب باعث ایجاد شکار میشه. یعنی شما میدونید شکارگاه های خوبی است برای انسان هایی که در دوران پیش از دام هایی که داشتن برای استفاده از دام هاشون و میتونستن از این فضا ارتزاق کنن، در واقع جمع آوری غذا داشته باشن و غیره. همه این خصوصیات با هم باعث میشد که لوکیشن ها و فضاهای اینچنینی برای زندگی انسان در دوره غارنشینی مناسب باشه. خب حالا فکر نمی کنید به آیین های گذشته برگرده، به اینکه رو به شرق می ساختن؟ نه، خیلی از خاصیت هاش بیشتر اون چیزی که ما به صورت کلاسیک در باستانشناسی می دانیم آفتابگیر بودن دلیل ایجاد و تجمع انرژی و گرمایش کاملا، در داخل کاملا، غار هست.
مثل همین جایی که میگیم این فضایی است که انسان دوره قارنشین بود. درسته. کمیسیون ملی یونسکو در ایران بعد از بررسی نتیجه تحقیقات دانشمندان آمریکایی در گزارشی در آبان 1336 اعلام کرد ابزارآلات انسان دوره پارین سنگی که در حدود 35 هزار سال پیش از میلاد در منطقه آذربایجان زندگی می‌کرد از غار تمتمان به دست آمده است. خیلی به افق‌های دور نگاه می‌کنی. به چی فکر می‌کنی؟ ببین مهندس، یک آن تصور کردم دوران اورارتورها رو که اونها در اون زمان با اون شرایط و امروز ما اینجا، یعنی وقتی سیر می‌کنی می‌بره خود. حالا من یه چیزی رو برای تو این بار پیش از تاریخی که شاید تاریخش به برمیگرده به 30,000 سال قبل به شما بگم که شاید براتون جذاب باشه. و این یک ابزار سنگی انسانی پیش از تاریخه. عجب جاله. که شاید تاریخش خیلی قدیمی‌تر هم حتی از این غار باشه، یعنی چیز حدود 100,000 سال قبل. اینا رو نباید نگاه کرد، باید حس کنی، باید اینو بذاری دست رو بذاری تو جای دست اون طرف. وسیله‌ای بود که میتونست باهاش یک شکار رو پوست بگیره و زندگی کنه. این حدوداً 130,000 سال قبله و این عجب گنجایی تری یک سرنیزه سنگیه شاید 10,000 ساله است و ما اجداد ما و پدران ما در این خانه پدری که جز اولین خانه های ایران هست و شاید جهان از این ابزارها استفاده میکرده. اینو در همینجا کشف کردن؟ نه، این مال من بررسی های من تو جنوب دریای شورین است، ولی خواستم شما رو آشنا کنم با اون اتفاقی که هست. وقتی میگیم انسان عصر حجر و از سنگ ابزار میسازه، منظورمون در باستان شناسی اینها هست. حفظ میکنم. این چقدر زیباست. یعنی میاد اینها رو یه ضربه میزنه، یه جدا میکنه و بعد اونها رو تیز میکنه و تبدیل میشه به این. دیگه چی داری تو جیبه؟ دیگه باید بریم بقیه. Ağızlıkların benzir kemende O kaşın göz var sende Salır tahttan Süleyman O kaşın göz var sende Leyli Leylan Salır tahttan Süleyman Süleyman Allah atohun sinan nişana Amma bir qədəm qoy bu gülşana Oyat bülbülü şeydanı Bir qədəm qoy bu gülşana, bu gülşana Oyat bülbülü şeydanı Oyat bülbülü şeydanı در جایی که ارومیه به سمت شرق پیش میره، دریاچه درخشنده‌ای قرار گرفته که استان آذربایجان غربی شهرتش رو از اون داره. دریاچه ارومیه. یکی از مشهورترین جاذبه‌های طبیعی نه تنها در ارومیه و آذربایجان غربی بلکه در سراسر ایران
دریاچه ارومیه است. این دریاچه رو به عنوان ششمین دریاچه آب شور در جهان و بزرگترین دریاچه در داخل ایران نیز میشناسند. خیلی ها تصورشو نمی کردن که روزی جابجایی مسافرها با کشتی در دریاچه، اون همه آمد و رفت و جنب و جوش، استخراج نمک و شنای آسوده در دل دریاچه و تفریحات سالم به یک خاطره دور بدل بشه. مساحت این دریاچه در سال 1377 در حدود 6000 کیلومتر مربع بود که در ردیف 25مین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار داشت. آب این دریاچه بسیار شور بوده و بیشتر از رودخانه‌های زرین رود، سیمین رود، تلخ رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه میشه. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه و ششمین دریاچه آب شور جهان. به خاطر شوری زیاد آب دریاچه هیچ ماهی در اون زیست نمی کنه، ولی زیستگاه نوعی سخت‌پوست به نام آرتمیاست. آرتمیا بهترین منبع غذایی برای پرندگان مهاجر، مخصوصاً فلامینگوهاست. این دریاچه از اواسط دهه 80 شروع به خشک شدن کرد و امروزه در خطر خشک شدن کامل قرار داره. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که در سال 2015 دریاچه 88% مساحت خودش رو از دست داده. گزارش‌های قبلی تنها به از دست رفتن 25 تا 50% مساحت دریاچه اشاره کرده بودند. دلایل بسیاری برای خشک شدن دریاچه ذکر شده، از جمله خشکسالی، احداث بزرگ را بر روی دریاچه و استفاده بی‌رویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف و باران در سالهای اخیر. تحقیق جدیدی توسط چند تن از محققان در آمریکای شمالی نشون میده که خشکسالی تنها باعث کاهش 5% بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی شامل پروژه‌های جاه‌طلبانه توسعه اقتصادی آبی به همراه ساخت بزرگراه 15 کیلومتری بر روی دریاچه با دریچه کوچک وضعیت دریاچه را به بحران کشونده که برای ساخت اون از کوه مجاور دریاچه استفاده کرده. درود بر شما، احوال شما، قربان شما. بهزاد شیرپنجه کارشناس محیط زیست ارومیه راهنمای من میشه. ما قصد داریم به جزایری که در قلب این دریاچه قرار گرفتن سری بزنیم تا به تماشا و بررسی گونه های حیات وحش این منطقه نگاهی بندازیم. با کاهش سطح آب دریاچه و افزایش شوری آب، دوران شکوه کشتیرانی سپری شده و حتی با این قایق هم به سختی میشه تردد کرد. این که میگن مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته رو نمیشه برای این دریاچه که هنوز نفس میکشه به کار برد. به این تصاویر با دقت و البته با حسرت نگاه کنید. من بیام کمک؟ گوبی سید استار تو رخ شده بی دقیقه دو. اینقدر آب دریاچه کم شده و نمک زیاد شده، یعنی شوریش زیاد شده، متاسفانه مدام این موتور داغ میکنه، چون باید توسط همین آب خنک شه و به نوع این نمک چون غلظتش بالاست رادیاتورهای اونو میبنده و چند بار الان خاموش کردیم. حالا بریم کی میرسیم؟ امروز میرسیم یا فردا؟ واقعاً باید حسرت خورد که
که روزگار زیست بوم دریاچه ارومیه در طول سال محل مهاجرت گونه های مختلف پرندگان مهاجر بوده. اما امروزه چیزی از اون تصاویر رو نمیشه در عالم واقع دید. در گذشته نام این دریا شوردریا، دریای شاهی یا دریاچه ارومیه بوده. اما در سال 1930 در زمان رضاشاه دریاچه ارومیه به نام دریاچه رضایی تغییر نام پیدا میکنه. در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب مجدد این برمیگرده به نام اصلی خودش، یعنی دریاچه ارومیه که به زبان ترکی میشه ارموگوله. درست؟ درست گفتم؟ ارموگوله. نه نه، ارموگوله. ارموگوله. نه، ارموگوله. ارموگوله. گوله. 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 امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم. اونو سخت چنم با باشت. با 3 ساعت تأخیر بالاخره به مقصد اولمون جزیره کبودان میرسیم. چه شکلی اومدن تو این جزیره؟ گوتو میشم. یه زمانی یه شاهزاده بوده که جزیره کبودان رو به عنوان شکارگاه خودش انتخاب میکنه زمانهای قدیم، چون منابع آبی هم داشته. اینجا 2 تا چشمه داره، چشمه دامدامه است. بله، داخل جزیره کبودان چشمه آبی شیرین داره. بله، یه دونه قنات هستش، خودشون قنات کندن اون موقع. درسته؟ بعد به خاطر همون میاره حیات وحش اونجا گوچه میشه که همون گوسفند وحشی راه سازی میکنه. بعدم شکار میکنه. بعدم آره میومده شکار. شکارگاهش شده بود. شکارگاهش شده بود. بعدم مردم ساکنین محلی اطراف دریاچه ارومیه با کشتی های موجود اداره بنادر کشتیرانی گوسفنداشون رو تو فصل زمستون می آوردن جزیره برای چرا؟ مرتع استفاده می کرد. بله، از مرتعشون استفاده می کرد. به ووش اونجا آسیب نمی رسید؟ نه دیگه، ووش اونجا با اونا دیگه تعامل داشتن. یه حیات وحشاب شکار پس نمی کنن؟ نه، شکار نمی کردن. سال 46 هم محیط زیست میاد این جزایر رو، 102 تا جزایرش رو با دریاچه منطقه حفاظت شده اعلام میکنه. یعنی 102 تا جزیره داره اینجا؟ بله، اینجا 102 تا جزیره. که مهمترینش کبودان. کبودان، اشک، اسپیر، آرز، این 4 تا از همه مهمترن، چون که کبودان حیات وحش داره. بله. یا هر 4 تاشون داره. هر 4 تاشون داره. بله. ولی مهمترینش کبودان. کبودان بزرگترینشه. بزرگترین. که محیط بانی هم داره. من شنیدم پلنگ هم دیده شده. بله، تو این خوش‌سالی اخیر که شده بود، آب خوش شده. آره، از آذربایجان شرقی یک گلاده پلنگ شهریور 97 بود وارد دریات جزایر شده. الان هم تو جزیره عشق حسابی غارت میکنه بود. بله دیگه، نه؟ از گوزنا و گوچو میشه استفاده میکنه. سکوت رو رعایت کنیم، اینا به صدا و بو خیلی حساسه. اگه بخوام ببینیم باید سکوت کنیم. خوشبختانه جهت باد آره، جهت مخالفه. بله بله، جهت باد مخالفه. آره. بوی ما هم نمیره بهش. حالا اونجا رو نگاه کنیم، اونا تقریبا تعدادی هستن. همین دیدین یا نه؟ برای خوردن آب اومدن؟ بله، اینجا منطقه کهریزه، اینجا قنات داریم، میخوان بیان آب بخورن. تعدادی بره و میشه. بله؟ بله. چقدر جالبه. آره، اونا هم گوچن، دیدین؟ اونایی که شاخ دارن نرن. صدامونو میگه. آره، نه، اونایی که شاخ دارن نرن، بدون شاخ ها ماده. اونی که میدونم، ولی ببین یکشون داره دقت میکنه. این که نژاد ارمنیه یعنی چی؟ حالا نژادشون ارمنیه، نمیدونه میگن ارمنی گوچه های همون از اصل گوسفند وحشی هم اینا. نه، شبیه اینو در جای دیگه هم داریم. از آذربایجان شرقی داریم، بعد منطقه مرکان خوی هست و زیاد تهران هست، از اینا گوچه میشه ارمنی. تو منطقه مشهد گوچه اوریال هم، اونا شاخهاشون با اینا فرق میکنه.
کوچه لارستان داره. اینا هم کوچه ارمنی. اینا هم ارمنی هم بله. یه نژاد ارمنی. ببین این نمک دریا درسته؟ بله. میگن علاوه بر اینکه یود فراوان داره خاصیت های دیگه هم داره. مصارفش میکنه. درسته. بعد تو مصارف خورد و خوراک دام استفاده میشه، بعد تو غذای نه استفاده میکنن، تو صنعت هم استفاده میشه. جدیدن هم کاوه سودا الان چند سال برداشت میکنه به خاطر اینکه مواد اولیه کریستال شیشه رو از این استخراج میکنه، تو مواد شوینده استفاده میکنه، کلورسازی. حالا برای بعضی هم سوداور بوده. واقعا سوداور بوده؟ بله. یعنی الان هم در صنعت شیشه به کار میره، هم برای شوینده ها به کار میره. بله، کلور و ضد عفونی کننده اینا کلان استفاده میشه. خوراک دامپز برای بعضیا روستایی حالا با کاه قاطیش میکنن تو به غذای دام میدن، هم به غذا دام میدن، هم خونه های گلی هستش دون استفاده میکنن. آه برای اندود کردن. آره گل رو چیز میکنه، چسبش بیشتر میشه. چه مناظر قشنگی رو خلق کرده این رسوبای نمک. بله یعنی این نیا کنید، یعنی دلش میخواد عزیز بکنه ببره اینو. این سنگه، این سنگه اینجوری. بله سنگ بوده، موجه دریا بهش زده، نمک رو رسوب کرده به این شکل زیبا. حالا مثل اینکه قله نمک. درسته. و سنگ اینجوری سنگه، نگاه کنی این کلا نمکه، میاد روش تهنشین میشه، یه نقاش شیرده از با رنگ سفید اومده اینو تزیین کرد. بله درسته. تمام اینها صخره رو با نمک اومده تزیین کرد، تزیینش کرد. ببین برای من سواله، بعضی از نمک ها به شکل قهوه یا آب رو می‌بینیم رنگش دیگه زلال نیست، علتش چیه اینجا؟ این قهوه یه مال بارندگی اون گرد و خاکی که هستش مالونه، میاره رو نمک تهنشه میکنه، نمک سیاه دیده میشه. این الان این تیری آب، این قرمزی آبم به خاطر جلبکاشه. این جلبکا رو آرتمیا از این استفاده میکنه تو فصل تابستون، اینا کمتر دیده میشه. آب زلال میکنه. بله آب زلال میشه. الان که آرتمیا کمه تو آب نیست، این جلبک ها روش میکنن. این هم به خاطر اینکه اکسیژن کمه پایین، حالا نورم بگیرم میام بالا اینجوری دریا قرمز دیده میشه. نه علت این که آرتمیا کم شده چون شوری آب رفته بالا، چون این یه شوری مشخصی داره که زنده میمونن. حجم آب کم شده، سیستاشون هم تقریبا 50 تا 60 سال داخل نمک زنده میمونه. آقای شیرپنجه میگم فامیلیتون هم محیط زیستیه دیگه، ارادت داره. مقصد بعدی ما کجاست؟ الان جزیره کبودان میریم، به جزیره عشق الان میریم. کبودان میخوایم بریم گوزن زرد رو ببینیم و زیستگاهش. بریم؟ بریم. پس به زبان ترکی دریاچه ارومیه چی میشه؟ ارومه گوله. ارومه گوله چه؟ گوله گوله گوله. بفرمایید. بفرمایید. ارومه گوله. ببخشید. یک ساعت راه. البته اگه قایق ما خراب نشه. انشالله که خراب نمیشه. سرد شد نه؟ آره عرق هم کرده. نه گرمای اونجا. نه سرمای اونجا. منم کلامو بذارم. ایرج طالبی قایقران خوشمشرب ما با شوخی ها و تلاشش زمان سفر رو برای ما کوتاه میکنه. خلاصه نتونستم درست تلفظ کنم. جوله 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 ارمه جوله ارمه جوله جوله یاد گرفتم. این جزیره زیستگاه پرندگان کوچرو مانند تنجه، آنقوت، کاکایی، مرغ آتش و حتی پلنگ. گوزن زرد ایرانی از جمله گونه‌های جانوری این جزیره است. این جزیره از نقاط دیدنی و زیبای ایران. اون نسبت ها اون درختایی که داره درختای اونا پسته وحشی. بنه دیگه، اما بنه که میگن از شیره همینا سقه زو تولید میکنن.
اینجا جزیره اشک بعد از جزیره کبودان دومین جزیره است با وسعت 2100 هکتار محل زیست گوزن زرد ایرانی تو این منطقه تازگی هم که خوش شده از جزیره اسپی تعدادی هم کوچومیش وارد اینجا شدن که با هم اینجا حالا مسالمت آمیز زندگی میکنن و یه قلاده پلنگ هم شهریور 97 وارد همین دیده جزیره شده با دوربین ها آنلاینی که تو منطقه داریم مشاهده شده تصویربرداری هم شده ازش. جات چه محسنن علف ها شورپسند زیاد داره سال و سوله زیاد داره اینجا. درسته اینا اینا اکثرا شورپسند باید این در کنار آب شوره دیگه. آره گندومیان داره اینجا فرق میکنه دیگه حالا دوم اسبیان و آخه فقط مواظب باشیم پوشش گیاهش اینجا میبینیم بیشتره احتمالا مار توش باشه اینجا مار عفی زیاد داره مار عفی هم خدا نکرده نیش بزنه 5 ثانیه طول میکشه 5 ثانیه؟ بله 5 ثانیه هیچ کاری نمیشه کرد نه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد تازگی هم یه گروه مستنساس که اومده بودن داخل جزیره یه فیلم کوتاه کار میکردن فیلم برداشون رو نیش زده اونم خب ساعتی بود حالا هیچ اتفاقی نیفتاده خوشبختانه نیش زد به فیلم بردار؟ بله پس عفی نبوده؟ عفی نبود نه قابل توجه فیلم بردار حواس جمع باشه عفی هم داره عفی بزنه 5 ثانیه هم فرصت نداری اینجا رو میبینین آره خوابیده چرا؟ باد خوابونده؟ بله باد خوابونده نه گوزنه خوابوندن اینا رو آه روش اینجا استراحت آره میکنن گرمه آره. جلوی آفتابه به خاطرم دیدی؟ گوزنه رو دیدی؟ آره گوزنه زرده اینا رو توی دشت ناز ساری قبلا دیدم ولی فکر نمی کردم اینا هم اصلا مال دشت ناز ساریه دیگه سال 60 بله سال 60 آوردن اینجا رهاسازی کردن اینجا چون منطقه امن بوده بعد آب شیرین داره چشمه آب شیرین داره به خاطر همون آوردن اینجا رهاسازی کردن تولید مس کنن تولید مس میکنن الان هم اینجا فقط تهدیدی که اینا رو بیشتر تهدید میکنه پلنگه که شهریور 97 وارد جزیره شده وارد شده یعنی رها کردن نه از طرف خشکی اومده آذربایجان شهر علی خواب اما حفاظتشون همکاره هم به نسبت زمانی که آوردن تعدادشون زیاد شده بله زیاد شده الان 2 سال فعلا سرشماری نشده چقدر قشنگه نمونه خیلی قشنگه مخصوصا خالاشون که خال زرد داره میگم چطور یارو دلش میاد اینو چیر کنه نه نامرده خیلی معرفت واقعا دیدن این یه دنیا میارزه واقعا اون خورده میشه تمومه ولی دیدنش لذت و سرمایه طبیعت هم با اینا زیباست دیگه با حیات وحشش صدای ناقوس نیستی رو بشنوید در صورت خوش شدن این دریاچه هوای معتدل منطقه تبدیل به هوای گرم سیری با بادهای نمکی خواهد شد و به جای زندگی نیستی رو پیشکش ما خواهد کرد.